سلام و درود میگم به مخاطبین عزیز رسانه طرفداری با یکی دیگه از برنامه‌های تیم منتخب و برترین های قرن ورزش ایران در خدمت شما هستیم و در کنار من چهره بین‌المللی داوری فوتبال ایران جناب آقای دکتر بیژن ایدری نشستن. آقای دکتر سلام، خیلی ممنون که در این برنامه مقابل دوربین طرفداری هستید. ممنونم، متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان و طرفداران رسانه طرفداری. خیلی خوشحال هستم که در این سال جدید، در آغاز سال جدید خدمت شما هستم. نوروز باستانی رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سالی خوب و عاری از هر گونه بیماری برای همه هموطنان عزیز باشه. ایشالله. آیا دکتر فکر کردید به انتخابات چه فوتبالیست ها و چه ورزشکارانی میتونن در این تیم جای بگیرن و البته چه داوری؟ تقریبا. پس اگه موافق باشید شروع کنیم تیم منتخب قرن رو. بله. با 11 بازیکنمون و پست دروازه‌بان. حتما. خب اون چیزی که من البته اینو همین قبل از اینکه شروع بکنیم، من فکر میکنم برای همه این پست ها بازیکنای خیلی زیادی رو میشه کاندید کرد و اسم نوشت. این که من اینجا مینویسم خدای نکرده چیز نمیخوام حمله بر طرفداری از رنگ خاصی باشه، این چیزایی هستش که خب اون نظر شخصی و اون علاقه شخصی هستش و اون چیزی که بیشتر به ذهن من الان رسیده. شاید بیشتر از اینم فکر میکردم غیر از اون دروازه‌بان یا غیر از اون مدافع که افراد دیگه هم تو ذهن من می اومدن و شاید واقعا هم بشه چند نفر دیگه گذاشت، چند تا تیم 11 نفره دیگه گذاشت. گفتم قبل از هر چیز این موضوع رو بگم که یه بار خدای نکرده باعث سوء تفاهمی نشه که یا خدای نکرده جانبداری از تیم یا رنگ خاصی. ولی دیگه ما یه تیم منتخب فصل میخواد انتخاب شه بهترین فصل، کلی توش حرف و حدیث هست. چه برسه که داریم مثلا برای داورا بخوام انتخاب کنم یکم سخت‌تر است. خب من برای دروازه‌بان با احترام به همه دروازه‌بان کشور آیه مرحوم ناصر حجازی رو انتخاب می‌کنم. حجازی روشون شاد. رقابت تا اینجا در پست دروازه‌بانی ما بین مرحوم ناصر خان حجازی و آقای عابدزاده بوده. مدافع میانی من آیه محمد پنجلی و ببخشید پزشکا خطشون زیاد خوب نیست، منم الان من جز بد خطا شدم. این سمتم کاملا قابل با احترام برای همه مدافع های نصرالله عبداللهی و اونطور که استقلالی ها معرفی میکنن امونسی عبداللهی. چرا این دو بازیکن؟ من علاوه بر بحث فنی بود اخلاقی رم خب برام خیلی مهم هستش. من همین افرادی که دارم اینجا میذارم واقعا یه جورایی توی فوتبال موقعی که خودم به عنوان یه فوتبالی مثلا نگاه میکردم و اینا، نه حالا واقعا به عنوان یه داور یا جایگاه داوری که الان دارم، خیلی من از همه اینا الگوهای خوب رفتاریشون رو خودم برای خودم الگو قرار میدادم و به عنوان یک فردی که فکر میکنم برای همه فوتبالی ها، برای همه فوتبالیست ها میتونن الگو باشن همشون هستم. میگم غیر از اینا کسای دیگه هم میتونن باشن، آقای وار خدای نکرده. پس تیم منتخب قرن بیژن حیدری رو میتونیم تیم اخلاق اون هم معرفی کنیم. بله. مدافع راستم که آقای جواد زرینچه با اون سانت از یاد نرفتنی توی جام جهانی. و با یک مدافع چپ خط دفاعی ما تکمیل میشه. مرحوم مهرداد میناوند با ارزاتون. روحش شاد. از اتفاقات تلخ سالی بود که گذشتیم ازش، ان شاءالله دیگه امسال از این اتفاقا نباشه. هافبک دفاعی هم که آیه کریم باقری در سه هافبک دفاعی. اول ببینیم شما هافبک هجومی هافبک چپ و راست. هافبک راست آیه مهدی مهدوی کیا. سمت راست دیگه فوق‌العاده میشه دیگه، مهدی مهدوی کیا و جواد زرینچه اون سمت. بله. هافبک چپ هم که آقای عبدالعلی چنگیز. آقای عبدالعلی چنگیز از همینجا بهشون سلام میگیم. چرا عبدالعلی چنگیز؟ من علاقه خاصی به هم سبک بازیشون دارم. البته من خب اکثرا فیلمای بازی های ایشون رو دیدیم، خب شاید به سینما هم نمیخورد که بازی های اون زمان مثلا موقعی که بازی میکردن اکثرا فیلماشون خاطره هستش، ولی خب هم بود فنیشون هم از نظر مطالعاتیشون هم از نظر اخلاقی به نظرم الگو هستن. چون فوق العاده هستن و سلام میگیم بهشون. بدون تردید آقای کریمی. علی کریمی جادوگر فوتبال ایران. دو مهاجم.
دو مهاجم خیلی سخته. من واقعا برای من که خیلی سخت بود حالا انتخابش، ولی خب من فکر میکنم با توجه به تعداد گل‌هایی که زده شده توسط آقای دایی، بدون شک آقای دایی یکی از این افراد هستن، تعداد گل‌های ملی تقریبا دارن. همه کسانی که داریم نظرخواهی بزرگ تا اینجا شرکت کردن آقای علی دایی رو به عنوان یکی از مهاجم گذاشتن، ولی انتخاب زوج علی دایی خیلی سخته. ببینید من خیلی دوست دارم که آقای عزیزی مثلا اینجا باشه کنار ایشون، همون زوجی که توی بالاخره راه پیدا کردن به جام جهانی بودش و اینا، ولی خب از این نسل هم بخوایم بگیم، یعنی نسل جدید آقای طارمی، آقای آزمون، همه خوب هستن، یعنی واقعا همه عالی هستن، ولی با توجه به درخشش حال حاضر آقای طارمی، من آقای طارمی رو میذارم. مهدی طارمی. با انتخاب مهدی طارمی تیم منتخب ما کامل شد، اما آقای دکتر ما یک انتخاب سخت‌تر هم داریم. از این تیم باید سه تا بازیکن برترش رو به ترتیب انتخاب کنید در اون ستون سمت چپ. خب بکنیم اینجا کار ما سخت میشه. من فکر میکنم آیه حتما بعد از همین 11 نفر باشه. بله سه بازیکن برتری. آیه ناصر حجازی، مرحوم ناصر حجازی، آیه علی دایی، و آیه علی کریمی. مرحوم ناصر حجازی، علی دایی و علی کریمی. آقای دکتر ما برای انتخاب بعدی دو مربی می‌خوایم، بهترین مربی قرن. یک مربی می‌خوایم که یک مربی داخلی، یک مربی ایرانی و یک که قدرت هدایت این تیم رو داشته باشه، و یک مربی خارجی که در ایران کار کرده. خب مربی ایرانی خب خیلی هستن، من کارو یکم برام سخت می‌کنه، ولی خب اجازه بدید مرحوم دهداری رو انتخاب کنیم. با این حساب مربی این تیم هم استاد اخلاق است، مرحوم پرویزخان دهداری. مربی خارجی هم با احترام برای همه مربی خارجی که اومدن رفتن، بالاخره آقای کیروش خیلی زحمت کشیدن برای راه پیدا کردن به جام جهانی. من فکر میکنم که آقای برانکو فصل موفقی رو، چند فصل موفق رو تو فوتبال ایران داشت، من حالا حتی توی عرصه ملی هم که بد نبود، من فکر میکنم آقای برانکو خوب باشه. یه قهرمانی آسیایی هم که برای ما آوردن. بله این که خیلی ساده است، بهترین داور قرن بدون شک آقای علیرضا فغانی. یعنی اینجا میتونستید خودتون رو انتخاب کنید؟ نه شخصا من در حد اندازه‌ای آقای فغانی نیستم خودم. از شکست نفسی شماست، داور بسیار نه واقعا هست دیگه، ما باید قبول بکنیم که آقای فغانی واقعا از الان باید فکر بکنیم که انشالله توی فینال جام جهانی بعدی ببینیمش. انشالله آرزو می‌کنیم، سلام می‌گیم به ایشون و آرزو داریم که در فینال جام جهانی ببینیم، و انشالله این فرم رو آقای علیرضا فغانی هم برای ما پر خواهند کرد و در این نظرخواهی شرکت خواهند کرد. انتخاب جذاب ایشون هم احتمالاً بهترین داور قرن خواهد بود دیگه، باز ببینیم خودشون رو انتخاب میکنن یا البته کاملا موقع هستن که خودشون رو انتخاب کنن. من فکر میکنم خودشون واقعا شایسته هستن، ما اساتید زیادی رو داریم توی داوری، هممون شاگردشون بودیم، الگوهامون بودن، ولی خب با توجه به اینکه خب آقای فغانی، آقای محمد فنایی، آیه کامرانی فر، آیه سخندان، آیه منصوری شانس حضور رو تو جام جهانی رو داشتن، و با توجه به اینکه تیم آیه فغانی خب موفق شد تا مراحل بالا پیش بره و اینکه داره این کار رو چند بار تکرار میکنه، حضور در جام جهانی رو، با احترامی که برای استاد فنایی قائل هستیم که تا فینال جام جهانی هم حاضر بودن، چون یه دونه رو میخوایم انتخاب کنیم بشه آیه فغانی، حالا ما انتخاب میکنیم که یک روحیه هم داده باشیم برای انشالله راه پیدا کردن به فینال بعدی. انشالله من میخوام اولین بار تو این برنامه اسپویل کنم تا اینجا کار آقای علیرضا فغانی در داوری، دو تا انتخابی که تا اینجا با اختلاف اول هستن، آقای علیرضا فغانی و آقای علی دایی، این دو نفر با اختلاف تا اینجا در نظرخواهی ما اول هستن. خدا رو شکر ما تا اینجا حداقل هم نظر بودیم با برنامه. آقای دکتر اگه بخواید برترین تیم قرن ایران رو انتخاب کنید، میتونه ملی باشه یا باشگاهی؟ تیم ملی رو انتخاب کنم که باهاش خودم خاطره خوب دارم، یعنی جز خاطرات خوب ما تیم جام جهانی 98 بود. تیم ملی ایران در جام جهانی 98. به خیابون رفتید برای شادی بعد از سو؟ و با سه انتخاب پرونده برترین های قرن بسته خب میشه. برترین ورزشکاران ما دیگه فوتبال نیست، تمام رشته. من فکر میکنم همین این برترین ورزشکاران قرن، اجازه بدیم رشته های دیگه ورزشی رو هم نگاهی بهشون داشته باشیم. من اولین انتخاب رو میذارم برای مرحوم غلامرضا تختی.
جان پهلوان تقصیر روحشون شد. انتخاب دوم از جامعه معلولان و جانبازان باشه، من فکر میکنم آقای سیامند رحمان، مرحوم سیامند رحمان، بله، پارالمپیکی ما، افتخارات زیادی آوردن برای بله. کشور ما. انتخاب پایانی اینم که با اجازه شما از خانوما انتخاب بکنیم دیگه، جامعه بانوان، من فکر میکنم اولین مدال آورمون که خانم کیمیا علیزاده، بانوی طلایی ایران در المپیک. چه انتخاب های خاص و زیبایی بود آقای دکتر. خواهش میکنم و امیدوارم که انتخاب های خوبی باشد. فوق العاده بود. آره یه کمی من میتونستم بیشتر اسپول کنم ولی بود، ولی خب چیزایی بود که واقعا تو ذهنم بودن. در پایان آقای دکتر برای ثبت این برگ رای شما، ما امضای شما رو در اون پایین فرم میخواییم، کنارش هم بعدن گرافیست ما تصویر شما رو قرار میده. ممنون از شما جناب دکتر بیژن ایدری و ممنون از مخاطبین عزیز رسانه طرفداری که با این برنامه برترین های قرن هم در همراه ما بودن. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.